من سلام عرض میکنم خدمتون آیه رامین، خیلی هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. برای نخستین بار هست که کلاب‌هاوس پارسی با شما گفتگوی اختصاصی داره. البته من به دنبال کنندگان کانالمون قول داده بودم که با شما یه گفتگوی متفاوتی داشته باشیم، البته برای نخستین بار به صورت تصویری در کانال، که تا به الان شرایطش مهیا نشد. امیدوارم که به زودی شرایطش مهیا باشه. اما همونطوری که با هم پیش از این صحبت کرده بودیم و در جریان هستید، چند روزی میشه که فایل کوتاه ویدیویی که مجتبی خامنه‌ای از خودش منتشر کرده، حالا البته همونجوری که خیلی از اتفاقاتی در جمهوری اسلامی میفته کسی مسئولیتش رو نمیپذیره، خود مجتبی خامنه‌ای هم یا اطرافیانش تا به حال اساساً حرفی در مورد این فایل نزدن که چطور منتشر شده. البته میشه حدسایی زد. در هر حال وقتی که این فایل منتشر شد خیلی تولید حاشیه کرد، همونجوری که انتظار میرفت، به خصوص چون پیوند خورده بود با نام مجتبی خامنه‌ای و اینکه برای نخستین بار بود که اساساً مردم صدای این مجتبی خامنه‌ای، میخواستم بگم موجود، مجتبی خامنه‌ای رو میشنیدن و برای نخستین بار به هر حال چنین وضعیتی رو مشاهده میکردن. قبل اینکه بخوام سوال اصلی رو با تو مطرح بکنم و سوال اول رو داشته باشیم، من دیدم که آقای واحدی در پیوند با همین فایل ویدیویی یه تحلیل بلندبالایی توی کانال یوتیوبشون گذاشته بودن، اما در ابتدای تحلیلشون به یه نکته‌ای اشاره کردن که تصور میکنم شاید کمتر کسی اینقدر ریزبینی داره به مسائل سیاسی، به خصوص اون هم شخصیت‌های سیاسی، و آقای واحدی این ریزبینی رو داشتن و خیلی برای من جالب بود. میخوام قبل اینکه سوال رو مطرح کنم اول بریم یک دقیقه این تحلیل ریزبینانه آقای واحدی رو با هم دیگه بشنویم، به اشتراک بگذارم با دنبال کنندگان کانال و بعد سوال رو بپرسیم. اینکه اولا یک مش آدم بی شعور مثل مجتبی خامنه‌ای و دار دستش بیان یک چند ثانیه از یک صحبت رو اول و آخرش بزنن پخش کنن، این نشون دهنده نگاهشون به مردم و نگاهشون حتی به طرفداران خودشون که اینقدر بی احترامی. یک موضوع مبهم رو اگر قرار نیست کسی بفهمه چرا پخش میکنن؟ اگر قرار مردم بفهمن چرا اینطور اهانت‌آمیز همون صدای نکره مجتبی خامنه‌ای و چهره منحوسش بسته برای آزار مردم؟ اینکه اینطور رفتار میکنن نشون دهنده نگاه همون رعیتی که اینها به مردم میگن و شاید بدتر از رعیت، چون اونجا که من شنیدم بسیار از ارباب ها که قبلا رعیت داشتن یک عطوفتی هم نسبت به رعیتشون داشتن، اگرچه بعضا خشونت هم به خرج میدادن ولی خیلیشون عطوفتی هم نسبت به رعیت داشتن. اما جمهوری اسلامی جز دشمنی و کینه و آدمخواری چیزی نسبت به این ملتی که اون رو رعیت خودش میدونه نداره. بله، این همون نکته ای بود که آقای واحدی بهش اشاره کردن. سوال اول هم دوست دارم نظرتون رو در پیوند با این نکته آقای واحدی بشنوم و همین که سوال اول یه سوال خیلی کلی میخوام بپرسم و با توجه به بک‌گراند تاریخی هم که شما تو بعضی از مسائل با مجتبی خامنه‌ای و تیمش داشتید، حتما سوالاتی رو در پیوند با این مسئله خواهم پرسید با نگاهی به مصاحبتون با کانال یوتیوب رکس تیوی که با آقای تنگستانی داشتید. چه نوع نگاهی به این فایل ویدیویی دارید از مجتبی خامنه‌ای؟ اساساً چرا چنین فایل ویدیویی رو منتشر کرد؟ و تحلیلتون رو دوست دارم بشنوم. خیلی متشکرم. من آوازه ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. تحلیلی که آقای مجتبی واحدی ارائه دادن یک واقعیتیه. یه مسئله هست، میگه نداشتن شعور اگه درد داشت برخی مسکن میخوردن و بازم به نصر که ادب دادن. و این فایل ویدیویی که آمد بیرون یکی از مهمترین نکاتی که شاید کمتر بهش پرداخته شده خود ادبیات این ویدیو هست، یعنی نوع گفتمان آقای مجتبی خامنه‌ای، واژه‌هایی که به کار می‌بره، ادبیاتی که به کار می‌بره، فاصله این ادبیات با آنچه که واقعیت امروز جامعه است به شدت عمیق، به شدت با فاصله، و این نشان میده که در چه بستر فکری این افراد رشد کردن، نمود کردن و زندگی میکنن و بعد حالا چنین طرز تفکری میخواد بیاد دایره رهبری و یک کشوری رو هم داشته باشه و بعد میخوان این فرد رو، این طرز فکر رو
به نوعی رنگ بکنن که بگن نجات آینده کشور اگر قرار است به سمت یک روند رو به بهبود بره و کمی تغییرات اتفاق بیفته، این آقا و این طرز فکر راه حل شماست. در حالی که در همین پیام کوتاه نشون میده که این نه تنها راه حل که نیست، بنبستی است و بنبست های قبلی. آقای یاسین، من چون مصاحبتون رو کامل گوش کردم، دو بار هم گوش کردم مصاحبتون با آقای تنگستانی، و خیلی حرفای تکان دهنده توی این مصاحبه مطرح شد. ما سعی میکنیم در خلال این مصاحبه یکی دو دقیقه از مهمترین فرازهای اون مصاحبه رو حتما پخش بکنیم. من البته این توصیه رو میکنم به دنبال کنندگان و شنوندگان که حتما برن مصاحبه شما رو با کانال سینما رکس و آقای تنگستانی ببینن. مطمئنن چیزهایی رو خواهند شنید که برای نخستین بار به گوششون میخوره. اما با توجه به حرفایی که توی اون مصاحبه مطرح کردید، من این برداشت رو کردم که زمانی به مجتبی خامنه‌ای و اطرافیان مجتبی خامنه‌ای نزدیک بودید، حالا به چه نحوی نزدیک بودید خودتون بیان بکنید، و کاملا این فرد رو میشناسید، به خلق و خوی این فرد آشنا هستید، دیدگاه های سیاسی این فرد رو میشناسید و میدونید که چه نقشی در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی دارد. به عنوان سوال بعدی و سوال مشخص در مورد مجتبی خامنه ای، این که چطور و چگونه شما با مجتبی خامنه ای آشنا شدید، این آشنایی چقدر طول کشید و تا به کجا ادامه پیدا کرد و چطور حلقه این آشنایی گسسته شد که تا به اینجا که الان ما شاهد هستیم که شما به نقد اوریان مجتبی خامنه ای رو آوردید؟ در پاسخ به سوال شما، من واقعیتش اصلا قصد ورود به مسائل گذشته و مسائل شخصی با اینها ندارم. ببینید، شما یه چیزی رو زمانی آدم برادرش موضوع گیری میکنه که یه موضوعی علنی بشه، آنجایی که مخفیز در پس پرده است در گذشته بوده یه بحثه. البته ایشون پابلیک فیگور هستن آیه رامی. من در ارتباط با بخش پابلیک فیگورشون صحبت میکنیم. این که یک کسی میاد بعد از این همه سال یک ویدیو ازش منتشر میشه، این ویدیو موقت خیلی کوتاه بدون توضیحات یک سری پیام داره، بله، برای اینکه این پیام ها رو آدم بهتر درک بکنه باید یک گذشته ای رو بداند، یک گذشته ای رو تحلیل بکنه و بتونه یک تصویر درستی داشته باشه. آقای مجتبی خامنه ای، ایشون یکی از ویژگی هاش این بوده که در تمام این سال ها پشت سر پدر قایم میشده، برخلاف خیلی دیگه از چهرهای سیاسی که معمولا وقتی میخوان چهره سیاسی رو بزنن پسر رو میزنن یا فرزندان رو مورد خطاب قرار میدن، راجع به اونا بحث میکنن با هدف زدن پدر. در خصوص ایشون برعکس بوده، ایشون همیشه میرفته پشت مخفی میشده و پدر هم ازش همیشه دفاع میکرده که ایشون اصلا در هیچ جای حضور نداره، هیچ نقشی هم در هیچ چیزی نداره، در حالی که واقعیت کاملا عکس این هست. یعنی ایشون سالهای سال هست که در موضوعات مختلف تاثیرگذار هست، نقش مستقیم داره، یه سری جاها نقش غیر مستقیم داره و کاملا برنامه ریزی شده، هدفمند شبکه سازی کرده و حضور بسیار مؤثری رو در سالهای گذشته داشته. این اون بخش هایی است که باید واکاوی بشه و بهش پرداخت. در این ارتباط این ویدیو به نظر من بیش از اینکه یک خداحافظی باشه، در واقع یک سلام بوده، یک اعلام حضور بوده، یک اعلام حضور علنی بوده، یک فاز دیگری عصر جدیدی از زندگی شخصیش هست که میخواد حضور رسانه‌ای داشته باشه، حضور علنی داشته باشه. این که این با چه هدفی هست و چرا امروز این رونمایی رو داره انجام میده، اینها موضوعات بسیار بهش پرداخته بشه. این که به چه شکل ایشون به اینجا رسیده در تمام سالهای گذشته یه بحث بسیار مهمه. آقای مجتبی خامنه ای، ایشون در سالهای گذشته، یعنی توی این شاید 10-15 سال گذشته که به شدت تاثیرگذار بوده اما دور روز رسیده نداشته، فعالیت هاش رو باید ببینیم چیا بوده. ایشون یک بخشی، من قبلا هم گفتم، یک بعد تقسیم کرد مجتبی خامنه ای پیش از فرید الدین حداد عادل رو با مجتبی خامنه ای پس از آشنایی با فرید الدین حداد عادل. دلیلش چی هست؟ برای اینکه مغز متفکر امروز مجتبی خامنه ای چیزی است که از فرید الدین حداد عادل منتشر میشه و در همین
ویدیوی کوتاه هم اشاره کرد که من با مشورت یکی از نزدیکان، به نزدیکترین فرد به او کسی است که باهاش وسط خانوادگی داره و به شدت هم نزدیک هست. فرید الدین حداد یکی از ویژگی‌های مهمش این هست که کار سیاسی پشت پرده، کار سیاسی هدفمند میکنه، شبکه سازی میکنه، مسئول استعدادیابی، آموزش و پرورش نیروهای انقلابی وفادار بوده در همین سالها، از طریق مدارس حوزه علوم انسانی در سراسر کشور، از طریق دانشگاه امام صادق که مسئول گزینش دانشگاه امام صادق بوده و بعد از اون در صدا و سیما و بعد هم در جاهای مختلف دیگه که این کادرهایی که کارسازیهایی که صورت گرفته رو اینها آماده می‌کردن و بعد از طریق تو بازوی دیگر که بازوی اقتصادی و بازوی امنیتی هست اینها رو راهنمایی می‌کردن. بازوی امنیتی آقای طائب بود، آقای طائب که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، ایشون شخص مستقیم مورد حمایت مشتبه خامنه‌ای بود، یعنی با حمایت مستقیم مشتبه خامنه‌ای ایشون با اصرار میشه رئیس سازمان اطلاعات سپاه، پیش از اون هم به بسیج میره و به عنوان یک نیروی وفادار مشتبه خامنه‌ای ما کارنامه مشتبه خامنه‌ای رو وقتی میخواییم بهش بپردازیم ما نمیتونیم خیلی قضاوت بکنیم. چرا مردم نمیتونن قضاوت کنن؟ چون میگن سپاه تا حالا کجا بوده، چیکار میکرد. این کارنامه مشخصا عملکرد سازمان اطلاعات سپاه هست، چرا که رئیسش کاملا مستقیم با حمایت مشتبه خامنه‌ای زیر نظر مشتبه خامنه‌ای فعالیت میکرده و آنچه که در اطلاعات سپاه اتفاق میفته آن چیزی است که کارنامه ایدئولوژیک و منشأ رفتاری مشتبه خامنه‌ای میتونه باشه. آیه رامین خیلی عذر میخوام کلامتون رو قطع کردم، من پاسخ سوالم رو نگرفتم، اینکه شما چه بک‌گراند تاریخی با مشتبه خامنه‌ای داشتید. من نمیخوام حالا مسائل خصوصی رو بیان بکنید، از این جهت این اصرار رو دارم که مشخص بشه که بسیاری از یا حداقل قسمت اهمی از صحبت‌های شما تحلیل نیست بلکه اطلاعاته و این باید مشخص بشه که این اطلاعات به هر حال یه سبقه تاریخی داره، یه بک‌گراند تاریخی داره که به هر حال یاسین رامین چه می‌دونم در دوران مدرسه، از زمان مدرسه مشتبه خامنه‌ای رو می‌شناخته یا به واسطه پدرش در بیت رفت و آمد داشته یا به علت کار اقتصادی که می‌کرده با تیم مشتبه مراوده داشته. مقصودم این نیست که باز هم عرض می‌کنم که بخواید ریز مسائل شخصی رو بیان بکنید، اما از این جهت که این بک‌گراند تا حدی شفاف بشه که بعد شنونده یا کسی که این فایل رو گوش میکنه متوجه بشه که یاسین رامین از منظر بسیاری قسمت اهم صحبتاش از منظر تجربیات شخصی و اطلاعات هست نه صرفا تحلیل. ببخشید که قطعتون کردم. خواهش میکنم. فکر میکنم اشاره کردم به نوعی، حالا تکمیل درش این میشه که عرض کردم دو تا مقطع پیش از فرید الدین حداد عادل و پس از فرید الدین حداد عادل رو اشاره کردم که همه این حلقه های نزدیک کاری و فکری و اینا همان هایی هستن که در این مدارس تحصیل کردن. یعنی خودتون تو اون مدارس بودید؟ چطور با مشتبه خودتون رو عرض میکنم؟ بله من هم در مدارس بودم و در همین حلقه ها. اما اون چیزهایی که دارم الان راجع بهش صحبت میکنم هیچ ربطی به مسئله چنین گذشته نداره. من دارم الان تحلیل میکنم از آنچه که قابل رصد هست، آنچه که قابل استناد هست، آنچه که قابل پیگیری است و شما موقعی که سرخطها رو مردم داشته باشن، کدها رو داشته باشن، خودشون میتونن بررسی بکنن و سرخط سرمش رو بسنجن. اینکه آقای طائب با چه حمایتی میاد اونجا قرار بگیره یا اینکه الان فعالیت‌های رسانه‌ایشون به چه شکل هست، موضوعات این که تحلیل این پیام ویدیو یا اینها هیچ ربطی به گذشته 30 سال گذشته و اینها که نداره. بحث روز هست در ارتباط با آنچه که امروز داره اتفاق میفته و با آنچه که قرار است در آینده اتفاق بیفته یا در برنامه‌ریزی شده که در آینده اتفاق بیفته. ازم این بحثش هست. اون چیزی که الان ما در این ویدیو می‌بینیم یک رونمایی از مشتبه خامنه‌ای است. این رونمایی به چه منظور داره اتفاق میفته؟ توسط کیا برنامه ریزی شده؟ توی این ویدیو ایشون اشاره میکنه که من با دو نفر این موضوع رو مشورت کردم و پدر ازش بی اطلاع هست. بی اطلاع بودن پدر یک مطلبی است که برای کسی که میخواد جانشین رهبری بشه قبلا هم دیاز دارم، یعنی چون داره ولی امر بودن اون فرد رو زیر سوال میبره وقتی که من برخلاف نظرش بی اطلاع بودن رو منظور برخلاف نظر بودن هست. چیزی که آقای داوری به عنوان یکی از قاضی‌های رسانه‌ای ایشون با
مشخصا شفاف بهش اشاره کرد به این حرکت آقای مشتبه خانی که حرکت اعتراضی بوده. اعتراض به چی؟ اعتراض به مردم که نمیتونه بوده باشه، اعتراض به رسوای جمهور بوده، هیچ کاری کشور که نمیتونه باشه. اعتراض به چی هست؟ ایشون باز در ادامه میگه که این اعتراض به وضع موجود هست و آقای مشتبه دنبال تغییر هست، بخاطر همین بهترین گزینه برای رهبری آینده است. آقای داوری صدره ایشون چی هست؟ آقای داوری امروز به عنوان یک مهره مستقیم آقای مشتبه خامنه‌ای در عرصه رسانه داره فعالیت میکنه و کسی هم هست که توییت میزنه که این پیام رو، این پیام ویدئویی رو نشانه ای بر آمادگی ایشون برای جانشینی رهبری میدونه، بعد هم میاد این رو تحلیل میکنه، در رسانه های خارجی هم با ایشون مصاحبه میکنن و ایشون میاد تبلیغ میکنه که به چه دلیل مشتبه خامنه‌ای گزینه مطلوبی است برای تغییرات در آینده ایران. آقای داوری خب ایشون قبلا سابقه دیگری داشته در چاپلوسی های دیگه و نزدیکی به افراد دیگه. در سال 93 موقعی که بازداشت میشه در یک مقطع بازداشت بود به عنوان مهره مستقیم آقای طائب که اون موقع خب آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، ایشون آزاد میشه و از اون به بعد نقش مخبر اون سازمان رو به عهده میگیره. چند سال بعد یه بار دیگه ایشون بازداشت میشه در سال 96 اگر اشتباه نکنم به عنوان همکاری با آمدنیوز. این همکاری با آمدنیوز چطور به ایشون میزنن؟ به دلیل همون منابع موثق امنیتی بیت رهبری که مرحوم جنرال لازم منشأ ازش صحبت کرده، آقای داوری دقیقا به همین علت و به همین اتهام بازداشت میشه که البته بعد از مدتی ایشون دوباره از زندان آزاد میشه. این صدقه رو از این جهت عرض کردم که ما ببینیم نقش آقای داوری و نزدیکی ایشون به آقای طائب و مشتبه خامنه ای به چه شکل اتفاق افتاده، در طول چه فرایندی اتفاق افتاده و هدف امروز چی هست. بعد اون دلقک عبدالرضا داوری هم یه حرکت کرده، اومده گفته که امسال ما دو بار تولد امام حسن مشتبه داریم. حالا حتما میدونید که حالا به خاطر تفاوت سال قمری که 11 روز سال قمری کمتر از سال شمسیه، گردش سال قمری زودتر از سال شمس تموم شد. گفته یک بار، دقت کنید، یک بار من در سال 1403 در اوائل فروردین تولد امام حسن رو داشتیم، حالا یک سال قمری که میگذره میشه آخر مثلا 26 اگر اشتباه نکنم، گفته 26 اسفند 1403 دوباره تولد امام حسن مجتبی و گفته که بی مناسبت نیست که امسال رو سال امام مجتبی نام داره، نگفته امام حسن مجتبی، سال امام مجتبی یادآوری کنیم و علیه السلامش هم نذاشته که این امام مجتبی ریفر بشه به قول این وریا، ارجاع بشه به مجتبی خامنه‌ای. یعنی بازی رو یک طرف بازی اصلاح طلبان هستن که سالها سارا مردم فریبن که آقا خامنه‌ای داره سقط میشه، داره میمیره، سرطان داره، نمیدونم. من اینگونه فکر میکنم خود همین در واقع وفاقی که داره در جامعه شکل میگیره، خود همین به اعتقاد من متناسب و شرایط کشور اون چهره در واقع نزدیک به این فکر رو خودش در دوره رهبری سوم بر سر کار خواهد آورد. یعنی من به نظرم می‌رسه که الان حاکمیت دغدغه‌ای تو این حوزه نداره. روی بحث جانشینی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تقریبا اتفاق شده. ببین من الان توییت هایی که خودم در مورد ایشون توی این مدت نوشتم، واکنش های اجتماعی رو دارم می‌بینم دیگه. بذار من خیلی سریع‌تر به شما بگم. خب شاید من دو سال قبل، سه سال قبل که در مورد ایشون نوشتم، خب واکنش ها، کامنت هایی که راجع به توییت هم میگرفتم، تعداد لایک ها، تعداد ریتویت ها، خب اینا خیلی روشن بود که شاید هنوز اون ظرفیت برای ایشون در جامعه وجود نداره. اما امروز من وقتی یک توییتی رو میزنم میبینم جز پربیننده ترین توییت ها، جز پر لایک ترین توییت ها و بیش از 80% کامنت ها هم کامنت های حمایت گونه. چرا؟ ببینید چرا این اتفاق افتاده. تجربه دولت آقای رئیسی، یعنی دولت آقای رئیسی، آقای همایون، ببینید چون یکی از موضوعات دولت آقای رئیسی بحث جانشینی بود، یعنی اون شبکه‌ای که اطراف آقای رئیسی بودن برای آقای رئیسی یک صندلی بالاتری هم تصور می‌کردن و تحلیل می‌کردن. خب خروجی اون دولت رو مردم دیدن، یعنی مردم به این نتیجه رسیدن که حالا اگر میخواد جانشینی هم اتفاق بیفته
اتفاقا خیر موجودی خود در واقع آقای خب دوستان خسته نباشید، بریم با هم یه نگاهی بکنیم به صفحه توییتر عبدالرضا داوری و این ادعاش رو یه بررسی اجمالی بکنیم که توییت هایی که در پیوند با مجتبی خامنه ای ایشون می نویسه هم پولایک ترینه و هم به هر حال 70-80% در تایید حرفای عبدالرضا داوری است. حالا به لایکاش کار نداریم، میریم ببینیم چه نظراتی در زیل پستاش هست. ماشاءالله 70-80% پستای اخیرش هم ربط مجتبی خامنه ای داره. مثلا این پست که مجتبی خامنه ای رو به نوعی در کنار بن سلمان گذاشته، اینو بررسی میکنیم. شبنامه نوشته که تلاش شما در بیان آنچه ضد ملی ها دور از چشم مردم طراحی کردن تا ناگهان جامعه را با عمل انجام شده مواجه کنند قابل تقدیر است. حتما مردم اقدام لازم را به عمل می آورند تا گرفتار فریب نسخه دوم و سوم ضد ملی ها نشوند. مهراز با تمسخر نوشته توسعه علامت تعجب، شما طول شیعه ها یه هفته دخترها رو تو خیابون کتک نزنید بعد دم از توسعه بزنید. دیکتاتور هانیه نوشته تو واقعا حالت بده. نه نادیا نوشته یعنی حجاب رو بر میداره، یعنی با اسرائیل رفیق میشه، لگد در باسن خرس‌الله میزنه، یعنی فردا ترام میاد با مجتبی رقص شمشیر میکنه، یعنی پول دیگه به عراق و سوریه و لبنان و یمن نمیده، یعنی فکر منافع ملی ایران خواهد بود، یعنی آخوندهای مبخور و اصلاح طلبای رانتی رو حبس میکنه و پولاشون رو مصادره، یعنی عرعروها زر بزنن، با رائفی پور و جلیلی قلاده هاشون رو صفر میگیره، یعنی نابغه ها و کاردان ها میشن سابکار، نه عرعروهای دهنگشاد با مهر داغ رو پیشونی. خودت فهمیدی چه مقایسه بیمنطقی کردی؟ هشتگ اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. و بقیه توییت ها هم همونطور که خودتون ملاحظه میکنید دقیقا اگر نگیم ولی تقریبا شبیه همین هایی هستن که براتون خوندم و به جرأت 70-80% اتفاقا برعکسه، کاملا مخالف متن توییت عبدالرضا داوری هست. یه توییت دیگه هم با هم ببینیم که نگه فقط یه دونه توییت رو بررسی کردید. عبدالرضا داوری تصویر مجتبی خامنه‌ای رو منتشر کرده، نوشته وقتی آقا مجتبی تصمیم پر اهمیت تعطیل کردن کلاس درس خارج خود رو بدون اطلاع رهبر انقلاب اعلام میکنه، به جامعه میگه که منشی مستقل داره و نباید تصمیماتش زیر سایه پدر تحلیل بشه و به حاشیه بره. خب بریم قسمت نظرات. مهدی میرقادری نوشته ترسیده لپتاپش منفجر بشه. نادیا نوشته وای وای پوس اندازی، داخل پرانتز بن سلمان، نمیشه آقا نمیشه، ایشون یه اون به خامنه ای نقد نکرد مثل اون پائزه به رفسنجانی، اینا همه شریک جنایت های پدرشون هستن، باید جوابگو باشن، شما دستت خونده شده، آقا یه جور دیگه بازی کن. ساتویا هم نوشته که مجتبی بیجا کرد با اون باباش که جاسوس کاگبه بود، کسی اینا رو آدم حساب نمیکنه، دخیل نبند. و عرض کردم تقریبا همین نظرات. دیارش هم نوشته که نه بابا عبدالرضا اینجا توییتره، شاید بتونی تو خیابون با این حرفا مردم رو گول بزنی، البته عده خیلی اندکی پیرو پاتال، اما اینجا ما هستیم که پلان میکنیم بهت، هشتگ پرچم شیر و خورشید. و باقی نظرات عرض کردم اونجوری که ایشون میگه 60-70% نظرات موافق متن توییت های من هست در مورد مجتبی خامنه ای کاملا برعکسه و یه دروغ بزرگیه که البته اصلا هم جای تعجب نداره. از این جماعت خیلی راحت دروغ میگن، به قول میرحسین موسوی اینا جماعتی هستن که به چشمت نگاه میکنن، تو چشمت نگاه میکنن و دروغ میگن، اون هم چه دروغ های بزرگی، و به جای خود مار هم نقش مار رو میکشن و به مردم معرفی میکنن. پس این ویدیویی که ما خیلی ساده از کنارش عبور میکنیم به عنوان یک ویدیوی کوتاهی که حالا بعضیا میان میگن که دلیل تعطیلی کلاس ها چی بوده، این ویدیو چرا منتشر شده، در ادامه ما میبینیم که وقتی چنین فردی میاد شروع میکنه به تبلیغ جانشینی برای مجتبی خامنه ای، هدف از اون ویدیو خیلی شفافتر میشه. بله این فریدالدین عبدالعادل رو نام بردید ازش و توی اون گفتگویی که با آقای تنگستانی همکار عزیزمون هم داشتید بارها به نام فریدالدین حداد عادل اشاره کردید، همینجا هم فرمودید که اساساً زندگی مجتبی خامنه ای رو میتونیم به دو قسمت
قبل از آشنایی با فرید الدین حداد عادل و پس از آشنایی با ایشون تقسیم بکنیم که نشون دهنده نقش بی‌بدیل این آدم در زندگی مجتبی خامنه ایست در عرصه های مختلف. سوالی که پیش میاد اینه که چرا فرید الدین حداد عادل و خب به تبع حسین طائب این همه نفوذ دارن بر مجتبی و آیا اونها نفوذ دارن یا نه، مجتبی از اونها به عنوان ابزار استفاده میکنه برای رسیدن به خواسته ها. شما توی گفتگوتون هم از یه لفظی به نام پامنگلی استفاده کردید که مجتبی خامنه‌ای به علت اعتیادی که داره و به هر حال تهیه سورسات مراسم های پامنگلیشون قاعدتا یه حلقه خیلی بسته‌ای هستش که اعتماد بکنه بهش برای چنین مراسم های پامنگلی که یکی از اینها حداد عادل هست. یک دقیقه از صحبت های شما شاید بعضی از دنبال کنندگان نشنیدن، جالب هست میشنویم تا به صورت مشخص من سوالم رو بپرسم. پس اگر الان راجع به مجتبی خامنه ای دارم صحبت میکنم، از بود شخصیش نیست، اینکه مجتبی خامنه ای ساقی مواد شکی هست به من ارتباطی نداره، اما اینکه کسی پای منقل بشینه مواد بزنه و بعد راجع به تصمیمات مهم کشور و اون چیزی که مردم برمیگرده بخواد تصمیم بگیره، اون بخشی است که بخش ملی میشه و به همه ارتباط پیدا میکنه. مجتبی خامنه ای در واقع من دو تا مقطع براش تعریف میکنم، یکی مقطع پیش از آشناییش با فرید حداد هست، یکی مقطع پس از آشنایی با فرید حداد. یعنی مجتبی خامنه ای بعد از فرید حداد یک مجتبی خامنه ای، مجتبی خامنه ای قبل از فرید حداد یک مجتبی خامنه ای دیگری هست. از بعد از آشنایی با فرید حداد این آدم در درون خودش و در ظهور بروز بیرونیش کاملا تغییر کرد. ببین، نزدیکترین آدم به مجتبی خامنه ای امروز کسی نیست جز فرید حداد. یعنی شما ساقیت باید آدمی باشه که بهش اعتماد داری و هر کاری که در خفا انجام میدی با نزدیکترین فرد میکنی. خب طبیعتا کسایی که آشنایی دارن میدونن پدر با پسر جا نمیشینه پای من میکن. و کارهای این چنینی رو آدم با کسی میکنه که بهش خیلی نزدیک باشه و در نتیجه اون تصمیمات پامنگلی هم تو همین حلقه گرفته میشه. مجتبی خامنه ای به عنوان کسی که امروز در سودای بن سلمان جمهوری اسلامی شدن هست، این تئوری بن سلمانیزاسیون جمهوری اسلامی از چند سال پیش آغاز شده و راه نجات جمهوری اسلامی رو در این میدونن که یک پوست اندازی بشه، تغییر وجهه بده و به مردم بگن که همین جمهوری اسلامی با تغییر وجهه با درصدی تفاوت میتونه برای شما آینده شما رو تامین بکنه. مجتبی خامنه ای هم در همین قالب در سودای بن سلمان جمهوری اسلامی شدن هست. آیه رامین، خیلی تکان دهنده است این قسمت از تحلیل شما، مخصوصا اینکه با توجه به نفوذی که مجتبی خامنه ای در سپهر سیاسی رژیم جمهوری اسلامی داره و این تحلیل شما، حالا شاید میتونم بگم حتی اطلاعات شما، این که بسیاری از تصمیم هایی کلانی که در کشور گرفته میشه ناشی از همین تصمیمات پامنگلی است که مجتبی خامنه ای در رأس اونها هست و امثال حداد عادل هم سورسات این مراسم پامنگلی رو جور میکنند. دوست دارم بیشتر در مورد این بعد از زندگی مجتبی خامنه ای و چنین تصمیم گیری هایی در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی نظرتون رو بفرمایید. من مجددا تاکید میکنم اون چیزی که به زندگی خصوصی افراد و سبک زندگیشون برمیگرده اون به هیچ کسی اعتبار نداره، هر کس هر کاری میتونه بکنه، هر چی میخواد میتونه بکشه، ولی وقتی که اون سبک زندگی خصوصی انعکاس پیدا بکنه در تصمیمات مهم مملکتی و در سرنوشت آینده مردم و کشور تاثیر گذار باشه دیگه نمیشه ازش به سادگی گذشت. یک جمله به نقل از فرید حداد عادل وقتی ازش پرسیده میشه که چطور موفق شدی مجتبی خامنه‌ای رو تور بکنی برای خواهرت، در پاسخ وقتی میگه با جنس خوب، این نشون میده که از قبل با برنامه‌ریزی و بسیار هدفمند دنبال این وصلت بوده و از قبل میدونسته که دنبال چی هست، که این رو بعد کاملا نشانه‌هاش در تمام طول این سال‌ها پدیدار میشه. آنچه که شاکله فکری مجتبی خامنه‌ای بعد از ازدواج بوده، شاکله فکری رفتاری فرید حداد بوده که در پیش از این ازدواج شاهدش بودیم که اون داشته. من یه مثالی میتونم بزنم از آنچه که در مدارس فرهنگ مثلا میگذره. یکی از ویژگی‌های مهم فرید حداد عادل این بود که دانش آموزان مدرسه رو به علیه همدیگه تحریک میکرد، مشخصا به اینکه اخبار اطلاعات همدیگه رو بیان به فرید حداد اطلاع بده، کی بعد از مدرسه چی کار میکنه، کجا میره، تو خونه‌شون ویدیو داره نداره، چه موزیکی گوش میده، کی آستین کوتاه پوشیده، مسافرت کجا رفتن. علاقه‌مندی در اون سال‌های جوانی به موضوعات این چنینی باعث میشه که ما در ادامه هم می‌بینیم که
در امروز که اینها جایگاه دارن در کشور و در مناصب دولتی و امنیتی، به همون شکل در یک ابعاد بسیار وسیعی تری جزئیات ریز زندگی مردم رو در اشتخالت میکنن و آنچه که ما شاهدش هستیم که از تتوی بدن افراد تا موی سرشون تا لباس تنشون تا طرز فکرشون به اجبار به بهشت بردنشون، همه اینهایی که ما میبینیم امروز سیاست های رسمی این کشور هست و کام مردم رو تلخ کرده، اینا نشأت گرفته از سالهای دور و عقده های فکری است که در همه این افراد وجود داشته. آقای یاسین، با اینکه حالا شما فرمودید نمیخوایم به نوعی شخم بزنیم گذشته یا زندگی خصوصی افراد رو و من هم همچنین قصدی ندارم، اما میدونم که برای خیلی از دنبال کنندگان و کسانی که این مصاحبه رو گوش میکنن خیلی باید جالب باشه و البته درس آموز که این قضیه پامنگلی یا این محولی که اینها دارن رو شما یه خوردی بیشتر بهش بپردازید و کمی طول و تفسیر بدید. ممنون میشم. بله، این حالا باید از زاویه دیگه ای بهش نگاه کرد، به دلیل اینکه اصولا حالا در این کشور توی وضع موجود در سطوح بسیار بالا اهل اعتیاد بودن یا مصرف مواد مخدر این چنینی خیلی هم چیز عجیبی نباشه، خیلی رایج هم باشه. نکته ای که ولی نهایت اهمیت میکنه اینه که شما این محفلی ها، محفل هایی که دایر میشه، آیا محفل های شخصی رقابتی است یا محفل ها با کسانی هست که اونها هم انگیزه های مشابهی دارن و بعد منجر به تصمیمات پامنقلی میشه. وقتی که در این سطح شما از این محفل ها برگزار کنی، طبیعتا هر کسی رو نمیتونی بهش اعتماد بکنی و نمیتونی فرد رو بهش اعتماد بکنی و این باعث میشه که شما وقت بیشتری رو باش بگذرونی، حریمت رو به روش کاملا باز بکنی و ذهنت رو در اختیارش قرار بدی و اینا آتوهایی هم هست که هم دیگه وقت پیدا میکنن برای روز مبادا. در نتیجه این تأثیره هر چی میگذره تأثیره بیشتر هم میشه. پس اینکه شما ساقی چه کسی باشه تعیین کننده این میشه که شما تصمیمات پامنگلیت هم به چه سمتی پیش بره و وقتی از قضا ساقی شما کسی باشه که یک ذهن کاملا سیستماتیک شبکه سیاسی داره، اهداف بلند مدت داره و سالها قبل برای این موضوعات برنامه‌ریزی کرده، اوج خطر رو ما وقت شاهدش میشیم. حتی ممکن است که این فرد اقداماتش و فعالیتاش کارهایی رو بکنه که تصمیمایی هست که خودش نگرفته و مسئولیتش رو هم نتونه بعد عملی بکنه، مثل همین ویدیویی که منتشر شد. وقتی شد دیگه من این ویدیو رو با مشورت دو نفر انجام دادم و پدرم هم حسابش مطلع نیست، این که حالا بعداً تصمیم رو بتونه مسئولیتش رو به عهده بگیری یا نه بعداً مشخص میشه، ولی از این دست تصمیماتی هست که دیگران برش دیکته کردن. این بازوها رو یه بار دیگه اگر بهش بپردازیم، از یک طرف بازوی فکری و بازوی سیاسی، بازویی که مسئولیت آموزش و پرورش نیروهای انقلابی وفادار به ایشون رو داشته که میشه آقای فرید حداد عادل که طراح استراتژیک فکری و ذهنی ایشون هست، بازوی دیگر میشه بازوی مالی و اقتصادی که آقای قالیباف هم باز چرا وارد این حلقه میشه، به دلیل ارتباط ارگانیک حزبی که آقای قالیباف با آقای حداد عادل به ویژه فرید حداد عادل سر داشته از زمان احزابی که با هم داشتن در سالهای خیلی قبل‌تر، و آقای قالیباف موقعی که در شهرداری قرار میگیره میشه با تبدیل میشه بازوی اقتصادی این حلقه و نیروهایی هم که جانمایی میشن در شهرداری باز با همین اهداف اینها پست و مقام میگیرن که براشون سپره سیاسی و مدیریتی هم ایجاد بشه. و بازوی مهمتر بازوی امنیتی بود که اشاره کردم که اون بخش آقای طائب بود، که این بازوی امنیتی در کنار اینکه حالا امنیت همون با مفهوم امنیتی فعالیت امنیتی رو انجام میده در سازمان اطلاعات سپاه، از طرف دیگه امنیت سایبری ایشون و موضوعات سایبری ایشون رو هم مدیریت میکرده، دنبال میکرده. مثالی که زدم از آقای داوری که به عنوان کسی که فرد مستقیم آقای طائب و فرد مستقیم آقای مشتبه خامنه ای هست، امروز میبینیم میاد تبلیغ رهبری و جانشینی مشتبه خامنه ای رو انجام میده. این اون تحلیلی است که ما باید بهش برسیم و چرا راجع به برخی مسائل خصوص صحبت میشه، برای اینه که ببینیم از کجا آغاز میشه و به کجا قراره برسه و این مردم چه قراره بر سرشون بیاد. یاسین جان، شما خودت تا به حال روایت شخصی که مربوط به خودت باشه که حاصل دیدار با طائب یا اطرافیانش یا شخص مشتبه حتی داشتی یا چیزی که بتونی الان اینجا بیان بکنی، همیشه شاید بهش فکر میکنی یا شاید درس آموز باشه و میشه الان با دیگران به اشتراک بگذاری، رو ممنون میشم اگه واقعا همچین چیزی هستش و میتونی الان بیان بکنی بفرمید. بله،
فکر میکنم خیلی شفاف داره پیش از این باز به دردفتن بهش نیست، چون ما باید بریم جلو و ببینیم چه اتفاقات دیگه قراری بیفته. هر آنچه که میدانیم و هر آنچه که میتوانیم بگوییم رو امروز بگیم و اونا رو آماده میکنیم برای دفاع از خودشون. ما الان تازه این آغاز فاز دوم زندگی مشتبه خامنه این هست با این رونمایی که از خودش انجام بده. فقط هم در هفته ها و ماه های آینده ما شاهد موضوعات دیگه خواهیم بود که باید به اونها هم به وقتش بپردازیم و آماده اون دیتا هم باشیم. بل شما یه موردی هم که به ذهن میرسه اینه که خب مشتبه خامنه‌ای برادرهای دیگه هم داره، اساسا یه برادری هستش که یعنی برادر اولش که بزرگترین برادرش هست، نمیدونم فکر میکنم 10 سال با مشتبه یا شاید کمتر اختلاف سنی داشته باشه، اون هم درجه اجتهاد داره و سالهاست فکر میکنم ایشون هم درس خارج فقه رو بیان میکنه. سوالی که برای دیگران پیش میاد و شاید حتی برای خود من هم بعضی اوقات فکر میکنم اینکه چطور مشتبه تبدیل به برند میشه در بین برادرهای دیگرش و چرا علی خامنه ای در بین فرزندان دیگرش علارغم اینکه مشتبه فرزند ارشدش هم نیست از ایشون حمایت میکنه و به نوعی شرایط یا به حال بحث رهبری رهبر شدن مشتبه در آینده رو حالا به انواع مختلف یا به بهانه های مختلف مثل همین فیلم که خب ما شاهدش بودیم داره بیان میکنه که به حال جا بندازه. چرا مشتبه خامنه ای در بین دیگر فرزندان علی خامنه ای یه همچین برندی هست و اینقدر محبوب حداقل در پیش درگاه پدرش؟ خیلی این سوال مهمیه، یعنی شما فرزند ارشد که نیست و چرا مشتبه خامنه ای تبدیل میشه به اون کسی که از اینجور برنامه ریزی براش صورت میگیره؟ پاسخش در همین توضیحاتی بود که من دادم، یعنی شما بقیه فرزندان ایشون این حلقه ها رو در کنارشون نمیبینید، یعنی این حلقه ها، این اسامی فرید عداد عادل، حسین طائف، قالیباف، زاکانی، امروز اینها نام های کمی نیستند و دستگاه عریض و طویل مدیریتی و اقتصادی و سیاسی که در اختیار اینها هست طبعا باعث میشه که مشتبه خامنه ای پیشونی این موضوع قرار بگیره. و باز هم تاکید کردم توی توضیحاتم که همه این فرایند هدفمند بوده، از نقطه آغازش، برنامه ریزیش و فازهای متعددی که برش تعریف شده تا امروز بیان توییت بزنن و واژه آیت الله مشتبه خامنه ای رو به کار ببرن، برای این زمان گذاشته، برای این هزینه کردن و اینو مدیریت کردن تا به اینجا برسه. این مثلث مشتبه خامنه ای، فریدالدین حداد عادل و طائب تو عرصه سیاست ایران فکر میکنید دنبال چی هن؟ این مثلث یک مثلث بسیار بسیار قدیمی در پشت پرده سیاست جمهوری اسلامی. فرید حداد مسئول بخش آموزش نیروهای به اصطلاح انقلاب شد، یعنی با دایر کردن دبیرستانی که اون موقع منم خودم یکی از کسانی بودم که در اون دبیرستان درس می‌خوندم، دبیرستان فرهنگ، زنده یاد روح الله زم هم در همون مدرسه درس می‌خوند و خیلی های دیگه‌ای هم که تو مدرسه درس می‌خوندن، اون مدرسه تب بعدن با زیاد کردن شعبش در نقاط دیگه کشور مسئولیت تولید جوانان انقلابی برای یکی از سخنرانی هایی بود که آقای خامنه ای انجام داده بود و بحث ریزش ها و رویش ها رو مطرح کرده بود. اون مدرسه قرار بود که رویش های انقلاب رو مدیریت بکنه و نیروهای جوان انقلابی رو آموزش بده، شناسایی بکنه و روی اینها کار میکرد. روی اینها انقدر نفوذ داشت که مثال‌های زیادی وجود داره. مثلا یکی از کسانی که دانش آموزان اون مدرسه بود و بعداً از مرتبطین با فرید حداد هم موند، برای ازدواج خودش، گزینه ازدواج خودش رو فرید حداد نظر میداد و اجازه نمیداد کسی رو بپسنده یا نپسنده و موارد زیادی داشتیم که حتی سر ازدواجشون اینها مجبور به قطع همکاری و اخراج از اون دایره میشدن و یا بالعکس به واسطه یک ازدواجی وارد اون دایره میشن. چیزی شبیه فرقه، کاملا یه چیزی است که به صورت فرقه‌ای داره اداره میشه. ضلع دیگه این مثلث آقای زاکانی بود که در بسیج دانشجویی اول و بعد در سازمان بسیج و بعد در شورای عالی هلال احمر این نیروها رو که از این مدارس خیلیاشون نبودن یا از این دانشگاه نبودن، نیروهای دیگه رو زاکانی با فریدالدین حداد عادل یعنی میگن همکاری میکرد تو این؟ بله، اصلا اینها اومدن یک حزبی رو تشکیل دادن تحت عنوان رهپویان انقلاب اسلامی.
آقای طائب که البته برادر آقای حسین طائب، آقای مهدی طائب بود، آقای فرید حداد بود و آقای زاکانی بود. یعنی این فعالیت رو کاملا ساختارمند، شبکه‌ای، فرقه‌ای، حزب زدند، مدرسه زدند، دانشگاه رو در اختیار گرفتن، پست‌های مدیریتی رو در اختیار گرفتن و آقای طائب در سوی دیگه ضلع امنیتی بود که از این نیروها پاسداری می‌کرد، اینها رو ساپورت می‌کرد، اینها رو بهشون پست و مقام می‌داد و اینها اومدن در سیستم اطلاعاتی هم نفوذ کردن، نیروهای ویژه شون رو، بهترین هاشون رو، اینها رو می آوردن در نهادهای امنیتی، اول توی وزارت اطلاعات و بعد هم که توی اطلاعات سپاه و اینها به اینها پست می دادن. یعنی شما ببینید شبکه‌ای که این مثلث تشکیل داد که در رأسش آقای مشتبه خامنه ای بود، برای تمام اون موضوعاتی که در نگاه اول شاید شبیه توهم توطئه باشه، بگن نه این آقای مشتبه خامنه یک آقازاده است که حالا در پس پرده است و اصلا بنده خدا دخالتی توی سیاست نداره. این دخالتی توی سیاست نداره، من الان براتون تشریح کردم که فقط کوچکترین دخالتش این شبکه سازی است، این فرق سازی است که از سالهای دور چند ده است اتفاق افتاده، مدرسه، دانشگاه، پست‌های مدیریتی، پست‌های امنیتی. من دو تا سوال دیگه بیشتر نمونده آقای رامین و بعد دیگه بیش از این ما وقتتون رو نمیگیریم. خیلی هم ممنون که تا به اینجا وقت گذاشتید. توی گفتگویی که با آقای تنگستانی داشتید به یه نکته‌ای اشاره کردید، یه روایتی رو از مشتبه خامنه‌ای بنابر شنیده هاتون که موثق هم بودن بیان کردید که اون هم بسیار تکان دهنده بود و من میخوام این رو برای همین دنبال کنندگان کانالمون یک دقیقه است این رو پخش بکنم و بعد سوال مشخصم رو از شما بپرسم. یه خاطره رو میخوام نقل بکنم به نقل از یک مقام امنیتی نزدیک به مشتبه خامنه ای. یکی از تفریحات مشتبه خامنه ای در گذشته این بود که با این مقام امنیتی وقتی دیدار میکرد، از همین جنس دیدارهای امنیتی، خاطرات ترورهایی که در خارج از کشور، خاطرات قتلهایی که از فعالین سیاسی که منتقد حکومت جمهوری اسلامی بودند، این خاطرات رو خیلی بهش علاقه‌مند بود، خیلی گوش شنوایی بود برای شنیدن نحوه اتفاق افتادنش. این قتل چجوری برنامه‌ریزی میشد، چجوری طراحی میشد، چجوری اتفاق میافتاد، این ترور چجوری شکل میگرفت. به ویژه یکی از مهمترین خاطراتی که خیلی براش جذاب بود و بارها و بارها دوباره سوال میکرد، بهش میپرداخت به امید این که شاید زوایای دیگه ای رو از اون ترور هم براش مکشوف بشه، خاطره ترور شاهو بختیار هست و جزئیات اون اتفاق که چجوری چاهو رو گرفتن، خون چجوری پاشید، خون به کجاها پاشید، چی میگفت در اون لحظات آخر، تو چشماش چه چیزی بود، همه اینها رو به کرات سوال میکرد در دیدار اول، دیدار دوم. و خاطره ای بود که خیلی برای جذاب بود، مکررن از اون فرد همیشه میپرسید یه بار دیگه برای من این خاطره رو تعریف. پس این نشون میده که از لحاظ شخصیتی این آدم طرز فکرش چی هست، علاقه مندی هاش چی هست، این حجم از خشونت و علاقه مندی به خشونت، جزئیات یک خشونت. یه وقتی کسی یک ذهن استراتژیکی داره، سوالش مثلا تحلیلیه، میگه آقا چرا این فرد رو ترور کردی، دلیلش چی بود، برنامه‌تون چی بود، نه، اتفاقاتی که در اون فرایند ترور میفته از بعد حجم خشونت، از بعد زجر، از بعد خشم، از بعد کینه، از این بود براش جذاب. بله خیلی تکان دهنده است این قسمت از گفتگوی شما. ما حالا مزاحی هم اگر بخوام بکنم، ما فتیش جنسی رو شنیده بودیم اما فتیش در جنایت، در آدمکشی و خونریزی واقعا چیز بدی شاید باشه، حداقل وقتی شخص مقابلتون فردی هست به نام مشتبه خامنه‌ای. واقعا ما با چه موجودی طرفیم آقای رامین؟ هم دوست دارم تحلیلتون رو بیان بکنید، هم اگر اطلاعاتی در این خصوص دارید در پیوند با این سوال بفرمایید. یعنی این به شدت تکان دهنده است. یعنی ما شهوت این چنینی برای خشونت، برای خونریزی، شعف از این که تعریف کن برام و این شور و اشتیاق این موضوعات این چنینی، اینها مسائل کوچیکی نیست. اینها از نظر روانی، از نظر مغز این آدم و از نظر طرز فکرش بسیار نکات مهمیه. من باز توی توضیحاتم تاکید کردم، یعنی این یک خاطره ای بود از یک منبع امنیتی نزدیک بهشون که محدود به این خاطره نیست، کل عمل کرده سازمان اطلاعات سپاهی که میاد در اختیار این آدم قرار میگیره. ما سالهای سال دستگاه امنیتی داریم، شما عمل کرده سازمان اطلاعات سپاه رو از سال 88 بعد نگاه بکنید، ببینید چگونه با مردم برخورد کردن، چگونه با فعالین
اهم از روزنامه نگار فعال سیاسی فرهنگی از هر قشری شما نگاه بکنید نحوه برخورد اینها چجوری بوده و تفاوت رو بسنجید، بعد متوجه میشید که این خواستگاهش کجا هست. یعنی این فقط یه مطلبی که مربوط به نقل خاطره باشه، نه، در عمل هم بعد پیاده سازی شده و میزان این خشونت بسیار تکان دهنده است و بسیار نگران کننده است برای یک آینده یک کشوری اگر قرار باشه که این طراحی ها بخواد به ثمر بشینه. بخاطر همین مردم باید هوشیار باشن وقتی طراحی های صورت میگیره که این آدم با این طرز فکر و با این کارنامه مشخص، یعنی آدمی که هیچ شفافیتی راجبش وجود نداره و کاملا زندگی امنیتی داشته، ادعا این هست که اینا ساده زیست و مردمی هستن در حالی که هیچ حضور اجتماعی ندارن، در هیچ محفلی حاضر نبودن، حتی تو محفل های عادی مذهبی، تو هیئت ها، تو خیابون، توی آنجاهایی که شما میتونی مردمی باشی، اینا هیچ وقت حضور نداشتن و حضورشون یک حضور پس پرده امنیتی بوده. پس ما باید ببینیم که کارنامه اینها رو کجا میتونیم پیدا کنیم. مشتبه خامنه ای کسی است که عملکرد سازمان اطلاعات سپاه کارنامه‌اش هست. حالا این کارنامه به این تاریکی رو وقتی امروز بیان تبلیغ بکنن بگن این آدم معترض هست به وضع موجود و میخواد تغییر ایجاد بکنه و بهترین گزینه برای تغییر هست، خب اینجا دارن کلاغ رو رنگ میکنن به مردم میفروشن. این خیلی باید مردم هوشیار باشن و پیشگیری بشه. راه پیشگیریش هم همین شفاف سازی ها، همین پرداختن به این موضوعات هست و به سادگی کنارش عبور نکنیم. آیه رامین، من البته میخواستم سوال پایانی باشه، اما هم خیلی چون بحث مهمی هست، هم شما خیلی شفاف توضیح میدید، چیز دیگری به ذهنم اومد و اون هم تأکیده یا این نمایش ساده زندگی کردن یا شبیه دیگران، حتی قشر فقیر جامعه زندگی کردن، که خیلی تأکید میشه در این سالهای اخیر، حالا از طریق عکس، فیلم، بعضی موقع میبینیم مجتبی خامنه‌ای دمپاییش رو کرده توی پلاستیک توی مسجدی که حالا رفته، یا یه کفشی پوشیده که چندان برند نیست، و این نشون میده که این تیم رسانه‌ای مجتبی خامنه‌ای بسیار دارن تاکید میکنن که از این شخصیت یه شخصیت خیلی مردمی بسازن که خیلی شبیه دیگران هست، کاملا میتونن مردم لمس کنن زندگیشون رو، صفرشون همونجوری هست. ولی خب ما میدونیم و شما هم دوست دارم که بفرمایید که زندگی خصوصی اینها واقعا چطور هست. این یک دروغ بیش نیست، یعنی ساده زیستی یک دروغ بیش نیست، این تبلیغ این نوع ساده زیستی ها دروغ بیش نیست. یعنی شما اصلا خود شخص پدر رو ببینید، سید علی خامنه ای، که این همه ساده زیستیش تبلیغ میشه، کسی که کل کشور همه اموال و املاک مردم در اختیارشه، املاک توقیفی، اموال توقیفی در مای املاکشه، هیچ حساب کتابی براش وجود نداره، هیچ نهاد نظارتی بالا سر اموال در حوزه اختیارات رهبریت وجود نداره. موقعی که در تلویزیون نشون میدن زیلو نشون میدن، موقعی که در مسافرت هستن، تفرجگاه پهلوی توی آستان قدس رضوی، باغ مطلب آستان قدس رضوی در مشهد، اونجا اقامت میکنن، بعد که دیدار محمود چه داشته باشن میرن در خانه پدری دیدار میکنن، دوباره باز میگردن توی تفرجگاه پهلوی. این دروغ‌ها یک دروغ‌هایی است که مال دیروز و امروز هم نیست و در این حکومت ریشه داره. اصلا این موضوعات ساده تفرجگاه پهلوی منظورتون کاخ نیاوران هست؟ نه خیر، باغ ملک آباد مشهد. بله بله، این گونه دروغ ها فایده‌ای به حال مردم نداره. یعنی شما اصلا پرداختن به این که ایشون ساده زیست هست یا نیست هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کنه. شما اگر دنبال تغییر بودی، اگر می‌خواستی کاری بکنی، حتما نباید منتظر مرگ پدر باشی، که در دوران حیات پدر میتونستی از سال 68 تا به امروز اعتراض تو خیلی شفاف و رسا در همه موضوعات بیان بکنی. در این همه فجایعی که در این کشور اتفاق افتاده شما کجا بودی؟ ای نقش اعتراضی داشتی؟ شما با این همه قدرت، با این همه جایگاه، با این همه امکاناتی که در اختیارش بود، هم به لحاظ رسانه‌ای، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ امنیتی، عرض کردم نه تنها هرگز هیچ گونه رفتار اعتراضی که ما ندیدیم، بلکه طراحی‌های بسیار پیچیده و بخش بسیار زیادی از این فجایع کارنامه مستقیم خود این فرد است. حالا این رو الان میخوام به عنوان یک آدم اهل تغییر و راه حل معرفی کنم جامعه. نه خیر، مردم خیلی به نظر من هوشیارتر از این هستن که این فریب ها رو باور بکنن. هرچند ما متاسفانه میبینیم اتفاقات که میفته، مثلا انتخابات
دور گذشته ریاست جمهوری، مردم باز هم با اندک امیدی میان مثلا آقای پزشکیان رو انتخاب میکنن به امید یک تغییری. اینها یه مقداری دچار ابهام میکنه لحظه خود. آیا مردم این هوشیاریشون رو کجا میخوان نشون بدن، کجا میخوان خرج بکنن؟ بخش زیادی از مردم امروز ما شاهدش هستیم که نه رو با عدم حضورشون دارن میگن، اما یک بخش اندک دیگری که همه حاضر در صحنه هستن، اونها هم باید بیدار بشن و هیچ راه حلی پیش پای مردم نیست جز اینکه گذار از جمهوری اسلامی، عبور از جمهوری اسلامی. و این چپ راست، خانواده این، خانواده اون، فرزنده، هیچ کدوم اینها در قالب جمهوری اسلامی هیچ راه حلی برای سرنوشت مردم و برای تغییر اوضاع و برای آینده این کشور وجود نداره. آقای رامین ببخشید، یه مطلبی رو هم اخبار در گوشی هم از شما هم من شنیدم، خیلی نگران کننده بود، حالا که این قسمت آخر رو بیان کردید، اینکه تیم رسانه‌ای مشتبه و اساسا شخص خودش بابت البته من تصور میکنم اینها کمبودهای روانیه که این شخص داره، که به نوعی الگوش رو بن سلمان قرار داده و به دنبال بن سلمانیزه کردن ایران هستش، مخصوصا در فردای جمهوری اسلامی بدون علی خامنه ای. این بن سلمانیزه کردن رو هم با توجه به این تحلیل آخرتون، اولا که صحت داره همچین موضوعی؟ آیا واقعا مشتبه خامنه‌ای این گونه نگاه میکنه؟ و نظرتون رو میخواستم در مورد این قسمت هم بدونم. بله، این صحت داره مشتبه خامنه‌ای این گونه نگاه میکنه، یعنی در واقع رسوندنش به این که اینجوری نگاه بکنه طراحی بر این هست که با توجه به الگویی که در عربستان سعودی اتفاق افتاد و دنیا پذیرفت رو، حداقل تا به امروز، که بگن خب خیلی خوب، در همون حاکمیت یک بعد دیگری اومد و تغییر رویه داده و مردم هم در آرامش بیشتری به سر میبرند و توسعه اقتصادی و سیاسی و که اینها در دستور کار قرار گرفته، پس ما هم شاید بتونیم این الگو رو در داخل کشور پیاده بکنیم. رسوندن منظورتون فریدالدین حداد عادل و طائب به این نقطه رسوندن مشتبه رو؟ بله، اما این نه تنها عملی نیست، بلکه این هم یک دروغی هست. یعنی شما برای اینکه بخواید اون الگو رو پیاده بکنید، باید اول در درون خودت اون آمادگی رو داشته باشید. فردی مثل مشتبه خامنه‌ای زمین تا آسمان تفکرش، سرشت ماهیتیش، سرشت فکریش و روحیاتش و علاقمندیاش در تضاد با آن چیزی که بن سلمان نشون میده. شما اگر میخواستی که اون شکل رفتار بکنی، در همین دوران با همین امکانات هم میتونستی انجام. حال آنکه بخش بسیار زیادی از تندتر شدن فضا و سرکوب بیشتر مردم و فشار بیشتری که مردم میاد، مقصرش همین آقای مشتبه خامنه‌ای، سال این آدم چجوری قراره بن سلمان باشه و تغییر رویه بده، این هم از اساس دروغه، از اساس دروغه، یعنی هم با ماهیتش در تضاد و هم اساسا امکان پذیر نیست و این هم راه امیدی برای مردم نباید باشه، این هم راه حل کشور نیست. بله، من سوال آخر رو میخوام مطرح کنم، اما قبل اینکه بخوام مطرح بکنم، من دیدم آقای خلجی حالا یه تحلیلی داشتن در مورد این فایل صوتی، فایل ویدیویی مشتبه، که حالا به اون قسمت الان کار ندارم، اما در مورد شخص خود مشتبه که این فایل اساسا چی رو نشون میده، حرف جالبی زدن که حالا من حتما سعی میکنم پخش بکنم این قسمت از صحبت ها رو، حالا اگه شما مایل باشید برای شما هم الان میذارم. یه مسئله مهمی که وجود داره اینه که همین 30 ثانیه یا یک دقیقه صحبتی که آقای مشتبه خامنه‌ای کرد، برای اولین بار ما صداشو شنیدیم، دیدیم که یک آدمی بسیار فاقد اعتماد به نفس، کاملا تحت سلطه پدر، زبانش بسیار الکن در قیاس با پدرش که زبان بسیار فصیح و بلیغی داره و خیلی با اصطلاح قدرت حرف میزنه، این کاملا آخوند یه کلمات آخوندی مجهول، یعنی این آدم اصلا بلد نیست حرف بزنه و اصلا اعتماد به نفس نداره که در برابر دوربین قرار بگیره. یه آدمی که از اینجور ظاهر شدن در برابر عموم هراس داره و کاملا این مرعوب شدن تو چهرش هست، امکان نداره که این بتونه به عنوان رهبری مطرح بشه. بنابراین به دلایل مختلف، دلایلی که نمیتونه رهبر بشه، هزاران دلیل هست. حالا اون چه که گمانه زنی ها میگه یه سرگرمی کاملا تخیلی است. اصلا رهبر در نظام جمهوری، آقای خامنه‌ای رهبر شد، ایده آقای رفسنجانی بود که این خطیب خوبیه، یعنی رهبر در وهله اول باید بتونه با مردم حرف بزنه. این آدم بلد نیست حرف بزنه، اصلا در مثلا زبانش نسبت به زبان پدرش بسیار
کهنه تر، آخوندی تر، غیر ارتباطی تره و امکان نداره یه همچین کسی بتونه در مقام این رهبر قرار بگیره و با مردم بتونه صحبت بکنه، ارتباط برقرار بکنه. یک آدمی است که کاملا در پشت پرده و در خانه بزرگ شده تحت سلطه پدر و فاقد اعتماد به نفس. یک آدمی است که بتونه تصمیم بگیره، محکم حرف بزنه و بر روی حرفش به طور مستقل عمل. بله، این تحلیل آقای خلجی، آقای نوریزاده هم البته من دیدم یه تحلیل اینجوری داشت. من الان به این قسمت تحلیلش که چرا چنین فایل ویدیویی رو بیرون داده کار ندارم. به قسمت دوم تحلیلش که اساسا این بابا بلد نیست حرف بزنه و نکته دردناک اینجاست برای من ایرانی دهه 60 به خصوص که واقعا چیزی به خاطر ندارم که شیرین باشه در دوران کودکی و نوجوانیم و خیلی ها مثل من هم هستن که دهه 60 و 70 هستن که پیوند خورده کودکیشون با کپون و جنگ و بمب و شهید آوردن و اینها. وقتی این تحلیل آقای معلومه من خود احساساتی شدم، این تحلیل آقای خلجی رو گوش کردم که یه همچین شخصی داره برای ما میخواد تصمیم بگیره، الان که میگیره و در آینده هم به احتمال زیاد اگر همین روند ادامه پیدا بکنه حتما رهبر آینده جمهوری اسلامی هم خواهد شد. شما به عنوان فردی که در حالا به صورت مصطلح از شما به عنوان آقازاده یاد میکنن، البته من میدونم که شما اعتراض دارید از این صفتی که به شما اطلاق میشه، اما به هر حال مردم شما رو این گونه خطاب میکنند و الان به هر حال در مسیر مردم دارید قدم برمیدارید و حداقل سعی میکنید که شبیه مردم باشید، شبیه مردم فکر بکنید. اگر حتی خوب زندگی میکنید اونجوری که من با شما صحبت کردم و برداشت کردم، حتی اگر خوب هم زندگی میکنید فراموش نکنید آلام مردم رو و همونطوری که خودتونم در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفتید شرایط این رو داشتید که مجدد بتونید حتی سالهای سال در اون ساختار جمهوری اسلامی باقی بمونید، از مطامع باقی ماندن در اون ساختار استفاده بکنید، به خصوص مطامع اقتصادیش و صحبتون هر روز رنگین تر بشه، اما به هر حال سمت دیگر تاریخ رو انتخاب کردید. با تمام انتقاداتی که میشه به هر کسی مثل یاسین رامین هم داشت که الان جای بحث ما نیست، شما یاسین رامینی که به هر حال به واسطه روابط پدرش از نزدیک با امثال مجتبی خامنه‌ای که بلد نیستن حتی حرف بزنن سالهای سال برخورد داشتید، اینها رو دیدید، زندگیاشون رو از نزدیک دیدید، درک کردید این فساد اقتصادی، درویی، تملق، چاپلوسی، این نفرتی که از ایران داره ولی مجتبی واحدی، اینها اساساً مأموریت خرابی ایران رو دارن و کارنامه‌شون هم حتی این رو نشون میده. حتی اگر یک مترسک هم بر سر کار بود در ایران وضعیتش الان نباید به این صورت میشد که الان هست و مردم برای نون شبشون محتاج شدن. مقصود از حالا از این صغر و کبرایی که چیدم این بود که آیه رامین، شما به عنوان فرزند یکی از کسانی که به هر حال سالهای سال عرض کردم مقام داشته در جمهوری اسلامی، شما اولا دوست دارم احساستون رو بیان بکنید و از همه مهمتر چه پاسخی میخواید به مردم بدید و چه احساسی نسبت به این وضعیت دارید که الان ما شاهدش هستیم. یه ترانه تقدیم میکنم به همه دهشستی ها. من هنوزم شبیه بچگیام، داغ بستنی میسوزه تو گلوم، تموم روزام تابستون بمه، من هنوز عاشق کیم دوغلو. من هنوزم شبیه بچگیام، تو سرم هزار تا قمری میپره، هنوزم وقتی نوشابه میخرم اونی رو ور میدارم که پرتره، کله زده با ماشین چهار، زانوهای همیشه پر از خراش، دنبال دو شاخ واسه ساختنه تیرکمونای با دقت کلاش. ازم عکسی اگه باقی مونده یا کنار نخل یا تو کوچه‌هاش، هیشکی واسه من تولد نگرفت توی اون شهری که قنادی نداشت، هیشکی واسه من تولد نگرفت توی اون شهری که قنادی نداشت. سوال سختی بکنی شما، چون این سوال به شدت سوال حسیه. بله، منم یه خورده معذرت میخوام،
تو پخ زدم به خاطر همین احساسی شدن خودم هم بود، چون که یه بک‌گراندی واقعا به گذشته خودم زدم، به کمبودهایی که خودم داشتم، و واقعا وقتی اینو مطرح میکنم خودم حال مساعدی پیدا نمیکنم، چون خیلی خاطرات تلخی دارم من به عنوان دهه 60 از اون دوران، و میبینم که چه کسانی با دار و نداری ملت مثل من بازی کردم و الان هم دست بر نمیدارن از کاراش. بفهمید. بله، واقعیت دردناکیه اتفاقاتی که برای این مردم داره میفته، اتفاقاتی که برای این کشور داره میفته، اتفاقاتی که برای تاریخ این کشور داره میفته. یعنی سوال این که چه بودیم و چه شدیم، کی بودیم و الان کی هستیم، چه پاسخی در آینده واجب ایران و ایرانی تاریخ چه خواهد گفت، کشورهای دیگه دنیا چگونه راجع به ما قضاوت خواهند کرد. ما امروز وقتی از گذشته چند ده چند هزار ساله خودمون، 7000 ساله خودمون از تاریخمون پیش میبالیم در حوزه تمدن، در حوزه فرهنگ، در حوزه ادب، همه حوزه های مختلف، 100 سال دیگه، 50 سال دیگه این تاریخ امروز ما، تاریخ معاصری که ما امروز داریم، چه باقی خواهد گذاشت از نام ایران و نام ایران. و این گردابی که الان درش قرار گرفتیم، این دست و پا زدن اون بی سر انجام است، فقط نتیجهش غرق شدن قطعی است. هیچ راهی در این چارچوب این حاکمیت وجود نداره برای آینده این کشور. شما نکاتی به اشاره کردی، ببینید سفره این انقلاب یه سفره گردیه، دایره است، کسی از سر اون بلند نمیشه، توش میچرخن. یعنی میچرخی، شما ممکنه یه وقت بیای یه خود گوشه کنارتر دوباره برمیگردی، مثلا میبینیم اصلاح طلب هضمه میشه، اصولگرا هضمه میشه، اینا در دوره هاشی گوشه نشین میشن، دوباره برمیگردن، در همون دوره گوشه نشین میتونن مثلا هم سفره نشستن. پس اگر من این روز دارم حتی دوری بزنم، به خاطر باورهایی که دارم، به خاطر تجربیاتی که دارم، به خاطر اون چیزهایی است که دیدم و نمیتوانم بپذیرم، پذیراش نیستم، و آرزو میکنم که مردم هوشیار بشن، هستند بیش از این بیدار بشن، با دقت مسائل رو دنبال بکنن. سخته، شما وقتی درگیر مسائل روزمره هستی، وقتی درگیر گذران عمر هستی، وقتی تحت سرکوب ظلم هستی، سخته که شما بخوای اشراف داشته باشی به همه اتفاقاتی که داره میفته و بتونی از یک منظر بیرونی از بالا نگاه کنی و بخوای موضوعات رو تحلیل بکنی. مثل همین موضوع این ویدیویی که الان راجعش بحث کردیم، شاید برای خیلی خیلی بی اهمیت باشه، بگم حالا ما این همه مشکل تو کشور داریم، این که یکی ویدیو داره چه اهمیتی داره که الان در مورد داره صحبت میشه. نه، این ویدیو نیست که اهمیت داره، این پشت پرده ویدیو، آینده ویدیو، طراحیه که صورت میگیره، و اینها اون چیزهایی است که قرار سر این مردم بیاد، سر این کشور بیاد. اینها خطرناکه، اینها دردناکه و نمیشه ازش دور کرد. البته انتقادی هم که میکنم به شما که من تبریک میگم که الان در این مسیر هستید، این که چرا انقدر دیر انتخاب کردید که در این مسیر قرار بگیرید، انتقادی که به شما میکنن، چون حرفش افتاد و ارتباط حالا مستقیمی هم به بحث ما نداره، ولی به عنوان فصل پایانی فکر میکنم کاملتر میشه بحثمون که یاسین رامین بگه که چرا انقدر دیر. انقدر به نظرم حالا آیا میشد زودتر تغییر مسیر داد در اینجا ایستاد یا نه، بحث مفصلیه، اما امروز که من اینجا ایستادم، هنوز مراحل بسیار زیادی داریم برای گذار از این وضعیت، برای تغییر در کشور، و این نیست که بگیم خب کشور موضوعاتش حل شده و شما چرا دیر اومدی. نه، الان اتفاقا بسیار وقت درستی هم هست، وقتی است که باید دست به دست هم داد، هر کی با آنچه که در چنده داره، با آنچه که تجربه کرده، اینها رو باید به اشتراک گذاشت تا بتوان راه حلی رو ارائه داد و بتوان از این مسیر بسیار سخت و بسیار سنگین و بسیار دردناک و پرهزینه عبور کرد. از امروز اتفاقا وقت خیلی مناسبی هم هست، اگر بتوانم در حد خودم سهم کوچکی توی این فرایند داشته باشم، و امیدوارم که این فرایند خیلی زودتر از آنچه که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه به ثمر بشینه و مردم نجات پیدا کنه. بله، به عنوان پرده آخر آقای رامین، اگر تصور بکنید و فکر میکنم که حتما اینطور خواهد بود، چون برای تیم رسانه‌ایش اخبار رو به گوش مجتبی خامنه‌ای و اطرافیانش مثل وریدالدین حداد، عادل و طاهر میرسونن، و خب چون نام شما هم هست حتما خواهند شنید یا براشون تعریف خواهند کرد، اگر حالا تصور بکنید که الان مجتبی خامنه‌ای جلوی شما هست و میتونستید حرفی بهش بزنید، به عنوان پرده آخر توی این گفتگو
چه میگفتید مهمترین حرفی که مخاطب تو مشتبه خامنه ای بود؟ دست بردار این بازی رو ادامه نده، بذار مردم نفس بکشن. این بقای ما به گوششون میرسه و اونها هم اینجوری کنارش عبور نمی کنن. قطعا حمله خواهند کرد، درایه خواهند کرد برای اینکه سلب اعتماد بکنن از مردم و گوینده رو در واقع مورد هدف قرار بدن. به من حمله خواهد شد، هیچ اشکالی نداره، ملالی هم نیست. مهم من نیستم که مورد حمله اونا قرار بگیرم، مهم اینه که این حرفا رو مردم بشنوند و امیدوارم که تأثیری داشته باشه در بیداری. بله خیلی عالی، خیلی ممنون آقای رامین. از میدونم خیلی هم گرفتار بودید و خیلی ممنون از وقتی که در اختیار کلاب هاوس پارسی قرار دادید. امیدوارم که ادامه پیدا کنه این گفتگوها و باز هم در خدمت شما باشیم. سلامت باشید عزیزم. ممنونم از شما و دیدندگان و شنوندگان عزیزی که وقت گذاشتن. به امید پیروزی پایان دیگه. نظر رهبری روی آقای مصطفی خامنه‌ای به اون رضایت میدن، اما این که آیا با اونجا میرسیم یا نمیرسیم من شواهدی بر این ادعا ندارم. بله. اصلا با اونجا میرسیم یا نمیرسیم حالا بحثه. بله. و نکته اصلا این که خیلی به برکت فضای مجازی ما با انفجار آگاهی تو جامعه ایران مواجهیم. انفجار آگاهی، جامعه ما به سرعت در حال رشد و اجازه چنین اتفاقات غیر دموکراتیک اینجوری جامعه نمیده، نمیپذیره و زیر بار به نظر من. یه نکته ای در گفته های مجتبی خامنه ای بود و اونم این که مطرح کرد که به پدرم نگفتم. این من تصور میکنم میتونه، هنوز ما اخبار پشت پرده رو نداریم و اینا واقعا یه مافیا، میتونه جنبه اعتراضی داشته باشه. نسبت به چی نمیدونم. خب ببینید، خیلی سعی کردن اون سعید صلح میرزایی، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری که نزدیک هست به بیت رهبری و به خود مجتبی خامنه‌ای، اون مطرح کرد که به خاطر کلاس درس پر رونقی که مجتبی داشته، مثل علمایی که علمای پیشین که علمای سلف که به قول معروف وقتی میدیدن درسشون خیلی بالا گرفته، برای اینکه دچار عجب و دچار خودبینی و اینها نشن، کلاس درس رو تعطیل میکردن. میگفتن من نمیخوام این محفل رو، من نمیخوام این مجلس رو، برای اینکه دچار عجب و خود و بزرگ بینی میشم و رابطه من با خداوند به قول من رو مخدوش میشه. اینا یک جنبه عارفانه به خودشون دادن. این چیزی بود که این سعید صلح میرزایی مردک راجب مجتبی خامنه‌ای. و میدونیم که راجب مجتبی خامنه‌ای که این صدق نمی کنه. مجتبی خامنه‌ای هرچی داره قدرته، هرچی داره از باباشه، هرچی داره از بیت رهبری، هرکی هم میاد تو کلاسش، به خاطر علم این که نمیاد، که به خاطر نزدیکی به قدرت میاد. اونایی که تو درس خامنه ای رفتن همشون به جاه و مقام رسیدن خب، و همشون پست‌های مدیریتی گرفتن یا پست‌های حوزوی گرفتن و یا در سلسله مراتب قدرت صاحب جاه و مقام شدن. بنابراین اینایی که میان به اینا نزدیک میشن به این دلیله. حالا من دیدم که گزارشاتی رو منتشر میکردن، من در ایران اینترنشنال اون آقای مجتبی پور محسن هم یه گزارشی تهیه کرده بود که مثلا خندم میگیره. من گزارشاتی که آقای مجتبی پور محسن میده به نظر من به لحاظ کاری و حرفه‌ای عرض میکنم فاجعه است و هیاهویی است که هیچی توش نیست. من دیدم میگفتش که درست این تعطیلی کلاس مجتبی خامنه‌ای دو ماه بعد از این است که تبلیغ کلاس اون حوزه علمیه کرده بود که بیایید نمیدونم در کلاس فقه و در کلاس خارج فقه و اصول آیت الله حاج آقا مجتبی خامنه‌ای شرکت.
در 2 ماه بعد از آقا، این اصلا بار اولش که نیستش که. یا من دیدم مسعود رجوی با حماقت و سفاهت میگفت این او که آیت الله شده است. آقا این حرفا چی چیه؟ میگه جدیدن آیت الله شده. آقا اگه کسی اخبار رو دنبال کنه، که البته من میکنم، اخبار بیت رو دنبال میکنم، اخبار مشتبه رو دنبال میکنم و و و و میدونه که 2 سال پیشم تو خبر آنلاین همین موضوع خبرگزاری رسا مال حوزه علمی قم از خبر داده بود از کلاسای مشتبه خامنه ای. اون موقع من همه فکر میکردم حالا چی هم فقه داره درس میده، موضوعش هم مستثنیاته. مستثنیات چی؟ مستثنیات غیبت. یا خدا مستثنیات غیبت دیگه چی چیه؟ و شما فکر کنید درس خارج فقه چیه؟ مستثنیات غیبت. بعد ملت برن تو کلاس درس آقای مجتبی خامنه‌ای شرکت کنن مستثنیات غیبت رو ببینن چیه. یا درس اصول، درس خارج اصولش چی بود؟ براءت. خب این ماره 2 سال پیش بود که من یادمه. بعدم دوباره پارسال دادن، دوباره گفتن آقا موضوع فقهش نمیدونه الصلات فی النجس. به خدایو الصلات فی النجس مثلا چی چی نماز نجس چی مثلا چه چیزی میتونه باشه؟ یا نمیدونم بحث فقهش بود، من مونده بودم چجوری بخونم اصول فقهش، تخیر بود و اختیار. ای بابا این شد دیگه تخیر و اختیار. این شد مبحث درس خارج فقه ایشون در طی 2 سال. خب تبلیغات چه حوزه میکرد؟ هر سال هم میکرد. این بار اول نیست که این اخواب پشده مسئول رجعی فکر میکنه این دازه. گفتم هر دفعه هم میگفت حاج آقا آیت الله، حاج آقا حاج مجتبی. ای بابا حاج آقا مجتبی، حاج آقا مجتبی میگفتن. هم اینن برید همینی که گفتم برید نگاه کنید اینن اینا رو 2 سال پیش هر بار تو شهریور میگفتن، برای اینکه کلاس ها تو مرش بسکی آغاز بشه. همه اسنویسی کنید کلاس های اینترنتی نمیدونم فلان حاج آقا مجتبی، چیز جدیدی نبوده که. و بعد حالا این اومده کلاس ها رو تعطیل کرده، ملاحظه میکنید گفته حالا یا موقته یا دائمیه. خب یعنی چی؟ اگر ایشون به خاطر چه میدونم اینکه عجب نگیرتش، نمیدونم دوچاره نمیدونم رابطهش با خداوند مخدوش نشه، یا مثلا دوچاره نوعی خودبینی و اینا نشه، خب موقت و دائمش دیگه چی چیه؟ خب یا بذار یا نذاره دیگه، میدونید؟ یعنی بنابراین و این که خب حالا حتی فکر کنیم همینی که ایشون میگه درسته، یعنی ایشون به خاطر اینکه رابطهش با خداوند مثلا مخدوش نشه خب و دارای نوعی از عرفان و فلان است، خب مثلا ایشون کلاسش قطع کرده. بسیار، چرا به پدرش نگفته؟ میتونست همینو به پدرش بگه. اگه واقعا ایشون عارف است و به خاطر اون عرفانش و فلانش و کلاسش قطع میکنه، چرا باباش نمیکنه؟ پس باباش نیست دیگه. پس باباش همه صفاتی که ممکنه این بلایایی یا بلیایی که یا بلایایی که این نصیب از نصیب این بشه، پس باباش هم از همه اونا برخورداره دیگه. من تصور میکنم نوعی از اعتراض تو این هست. ما نمیدونیم پشت ماجرا چیه، یا اضافه میخواد، چیزی اضافه میخواسته بهش ندادن، یا در واقع راهی بهش بسته است، یا میخواد راهی رو باز کنه، نمیدونم واقعا. یعنی همه اینا رو ما میتونیم به نوعی در نظر بگیریم، همه اینا رو باید متوجه بشه، ولی واقعا من نمیدونم که چیه. ولی همین که به پدرش نگفته و همین که تاکید کرد به پدرم نگفتم، و این خودش هم میدونه هر حرفی بزنه مسئله دار، مسئله آفرین میشه. خب ایشون میتونست کلاس اصلا یه اطلاعی هم نده، اصلا هم نگه. خب چه اصراری بود؟ مگه این همه حرف و حدیث در ارتباط با مجتبی خامنه‌ای بوده تا حالا پاسخ داده که این بار اومده پاسخ داده؟ مگر وقتی 20 سال پیش کروبی، درست 19 سال پیش کروبی گفتش که این انتخابات به قول معروف نتیجهش رو دست برده توش، خب گفت آقازاده شما
و خامنه‌ای گفت ایشون آقازاده نیست، خودش آقاس، یعنی همین حاج آقاس، یعنی همین مجتهده. خب که گفت آقاس، خامنه‌ای 20 سال پیش گفت، 19 سال پیش گفت این آقاس. و وقتی که تو 88 داره این کلاس همین خارج فقه اصول داره، یعنی 15 سال، یعنی 15 سال کلاس خارج فقه اصول داره، خامنه‌ای یه ساعت هم نداشت به رهبری رسید، این 15 سال کلاس داره. حالا چه پرت و پلایی میگه بماند، بعضی هم یه یا سواد ندارم، من فکر کنی بقیه سوادشون چیه؟ مستثنیات غیبت چه مزخرفی میخواد باشه که آدم سواد داشته باشه یا نداشته باشه؟ موضوع براعت چی میخواد داشته باشه که آدم دیگه سواد داشته باشه یا نداشته باشه؟ یا اصلات فر نجس این چی میخواد داشته باشه که مثلا حضرت آیت الله فلان مثلا ایشون علمشو دارن مثلا مجتبی خامنه‌ای نداره؟ این هم دیگه شد درس، این هم شد تخصص، این خزعبلات رو سرهم کردن، درس خارج فقه و اصول. بله، حالا در هر صورت به نظر من این یک پروسه طولانی مدتیه که مجتبی سرش خیلی حرفا بوده، خیلی موقعا به عنوان جانشین رهبری ازش یاد شده. موسوی تو نامه‌ای که نوشت گفت که آقا این همه میگن آقا این میخواد جانشین بشه و و و و و و ولیکن هیچ تکذیبی هم نمیشه. ملاحظه کنید همه اینا نشون میده که مجتبی خیلی در روشنایی حرکت نمی کرده، خیلی شفاف نبوده. خب حالا هم کلاسش رو قطع میکرد نمیومد این حرفا رو بزنه، چی میشد؟ مثل بقیه کارا، مگه بقیه جاها حرف زدن؟ نه، مثل کسی داره صداش رو نشنید، برای اولی بار صداش شنید. خب پس بنابراین در یک همچین موقعیتی ضرورتی نشداشت ایشون بیاد اطلاعی بده برای اولین بار در عمرش، اونم با صدای خودش. اینه که من فکر میکنم یک جنبه اعتراضیه و حالا باید دید چی هست دیگه، ولی این نشون میده پشت پرده ماجراها بسیار برای جانشینی رهبری. این همون موضوعیه که من بارها بهش اشاره کردم که موقعیت به قایت شکننده است. در حالتی که اگر خامنه ای بمیره اینجوری که کسی فکر کنه مجلس خبرگان از تو خمره یکی میتونه در بیاره، بله هر کی میتونه در بیاره، ولی این که طرف بتونه قدرت رو در اختیار بگیره و بتونه فصل الخطاب باشه، اون یه بحث دیگه است، نیست. و من به همین دلیل عرض میکنم که ما در شرایط، در اون شرایط بایستی بتونیم از موقعیت استفاده کنیم. در پس ماجرا در واقع سایه روشنهای خیلی زیادیه. این که دقیقاً چیه نمیدونم، ساده ترینش بگیم آره دارم میزنن تو گورم، دعواست و نمیدونم جنگ است و جنگ گرگ هاست و اینا، این ساده ترین شکلشه که خود اونو دلخوش کنیم. ولی واقعا من نمیدونم چیه، و ولی میدونم مسئله جانشینی مسئله بسیار بسیار پیچیده ایه، و چه کاندیداهایی که هستن و چه کسانی که قرار این کاندیداها رو یکیشون رو بالاخره انتخاب کنن. خب هیچ کدوم اینا واجد صلاحیت نه از نظر من و شماها، نه واجد صلاحیت طبق اون معیارهای خود نظام نکبت اسلامی نیستن. یعنی اون یه لباسی بوده ولی فقیه به تن خمینی قباره کردن، بعد همونو به زور تن خامنه‌ای کردن و شد، ولی دیگه بعد از اون جواب نداره. مشکل اینجاست. خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم. من دوست داشتم که تحلیل آقای مصداقی رو هم داشته باشیم، از این جهت یه رو 20 دقیقه آخر محتوا رو هم به تحلیل آقای مصداقی در پیوند با فایل ویدیویی مجتبی خامنه‌ای و به هر حال حواشی اون اختصاص دادیم. میدونم که خیلی سوال داشتید اگر جای من بودید از یاسین رامین، اما خب این محتوا به صورت اختصاصی در مورد این فایل صوتی بود و همونطور که عرض کردم در ابتدای محتوا، ما حتما گفتگویی با ایشون خواهیم داشت و در مورد خیلی از مسائلی که در پیوند با ایشون هست، از شایعات و واقعیات تا هر چیز دیگری که پیوند خورده با ایشون، حتما در اون گفتگو اون سوالات رو ازشون خواهیم پرسید.
مقصودم اینه که اگر انتقادی دارید از من انتقاد نکنید که چرا فلان سوال رو پرسیدید یا چرا فلان چیز رو نپرسیدی، و اگرم انتقاد هست در حوزه این فایل ویدیویی فقط باشه. در هر حال خیلی ممنون از اینکه همراهی کردید. لطف کنید که لایک کنید و با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید. اون دوستانی هم که میخوان به کانال کمک مالی بکنن میدونن که با فشردن گزینه تنکس میتونن این کار رو انجام بدن. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.